سلام پنجشنبه و جمعه هشت و 9 اسفند 98 27 و 28 فوریه 2020 میلادی دولت آمار مبتلایان به کرونا رو 381 نفر و قربانی ها را 34 نفر اعلام کرد بی بی سی فارسی از قول منابع موثق گفت قربانی ها تا دیشب دویست و ده نفر هستند غلام علی جعفری جعفرآبادی ایمن آبادی که نماینده رش در مجلس شورای اسلامی است عنوان کرد که پانزده هزار نفر در کشور مبتلا شدند و گفت از قبرستون ها خبر دارم آمار واقعی بسی بیش از این نیست که حکومت میگه خانم البته نگفت چند تا خانم ناهید خدا کرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم عنوان کرده که ده تا پانزده هزار نفر در سطح کشور مبتلا به کرونا شدن در همین حال سعید نمکی وزیر بهداشت و آقای جهانگیری هم در دو نظر متفاوت عنوان کردند که هفته سخت پیش رو داریم و آمار رو آمار سیر سعودی خواهد داشت در واقع میخوان مردم رو تا حدی آماده کنند که آمار واقعی تر رو بگن چون همه دنیا هم مشکل پیدا کردند با اعدادی که ایران میگه با واقعیت نمیخوره اما اخبار درونی که از داخل حکومت و گزارش های درون حکومت به دست میرسه نشون میده که تا غروب امروز جمعه مبتلایان در سطح کشور بیش از 23 هزار نفر و قربانیان بیش از 1800 نفر هستند که احتمال داره در هفته پیش رو تا انتهای هفته به دو برابر این عدد افزایش پیدا کنید. در همین حال اخباری از تمرد افسران و فرار سربازان از پادگانهای ارتش و سپاه به گوش میرسه در چند نقطه کشور به خصوص در استان قم و برآورد مسئولین بهداشتی کشور و ستادی که درست شده این است که در بین در حدود چهل تا هفتاد درصد مناطق کشور بیماری از کنترل خارج شده به این ترتیب دیده میشه مدیریت کشور با اشتباهات پی در پی یعنی ورود ویروس قبل از دهه فجر از طریق هواپیمایی ماهان و بردن و آوردن چینی ها حالا یا به عنوان طلبه یا برای لذت جوی و توریست سکس در واقع که در قوم و مشهد مراکز حکومت دایر کرده یا به هر دلیل دیگه این ویروس قبل از دهه فجر در ایران دیده شد همون موقع هم پیشنهاد متخصصین بوده که قوم رو قرنطینه کنند نکردند این کار رو توسعه ویروس کار رو به تهران رسوند و تهران رو قرنطینه نکردند توسعه از تهران به کرج و به کل کشور سرایت کرده در گیلان بی بیماری بیداد میکنه از اردبیل تا یزد از مشهد و نیشابور تا لرستان از شمال تا جنوب کشور موارد بیماری دیده میشه الان خطری که وجود داره اخشار آسیب پذیر مثل زندانی ها، کودکان کار و خیابان کارتون خواب ها و از همه خطرناکتر جمعیت زیاد هاشی نشین شهرهای بزرگ به خصوص تهران و کرج هست که با انتقال بیماری به این مراکز احتمال و امکان درمان و کنترل وجود نداره کادر درمانی بیش از 500 هزار نفر در سطح کشور هستند که همگی با مشکل مواجهند و بعضی از اونها هفته ها نتوانستند به منزلشون برند بی دفاع بودن اونها نبودن لباس های مخصوص محافظت برای اونها دایر نکردن بیمارستان های صحرایی که ارتش و سپاه امکانات دارن باید بکنن و باز هم کمبوده یعنی هم دیرهنگام اگر اقدام کنن هم کمبود داره و نیاز به کمک بیرونی هستش بر صورت امریکا پیشنهاد کرده که به ایران کمک بده کشوری که امکان کمک رو در بین همه کشورهای دنیا بیش از دیگران داره آقای پومپیو امروز در کنگره امریکا این رو اطلاع رسانی کرد ولی آقای موسوی سخنگوی وزارت خارجه بد و بیراه و فحاشی به امریکا کرد و عملا پمپیو هم خبر داد از اینکه ایران اه اه دست کمک رو رد کرده و در همین حال گفته میشه سپاه مشغول خرید تجهیزات با پرداخت پول احتمالا دلار و پهنا و دزدی های اون میان از روسیه است که قول داده تا هفته آینده پاره تجهیزات رو به ایران برسونه این همونی است که سخنگوی وزارت خارجه هم گفته است کشورهای دوست خودمون تأمین میکنیم و در این حال که کشور در آستانه بحران بزرگی قرار داره بحران این که اگر کنترل نشه اگر وضعیت مدیریت آشفته و در همریخته این بحران در کشور به همین روال ادامه پیدا کنه برآورد پاره متخصصین در سازمان های جهانی این است که ایران به زودی به اولین کانون کرونا در دنیا تبدیل میشه جلوتر از چین و احتمال ابتلای هر از هر هشت ایرانی یک نفر به کرونا یعنی یازده میلیون نفر و به این ترتیب با نرخ دو دو, دو درصد مرگ نزدیک به نیم میلیون نفر می تواند که در افق باشه قصد ایجاد روب و وحشت ندارم بهترین راه مقابله تنها بودن در خانه حکومت به فکر نیست مردم باید خودشون رعایت موارد رو بکنند و در واقع قرنطینه شخصی خودشون و خانوادهشون در خانهشون رو در جای زندگیشون رو انجام بدن به هیچ عنوان اگر به جز موارد بسیار بسیار ضروری از منزل بیرون نرند و تماسشون رو به مینیموم مینیموم کاهش بدند ولی واقعیت این است که بیلیاقتی نفهمی ندانی ندانم کاری حکومت بحرانی رو رقم زده که به احتمال زیاد بزرگترین بحران چهل سال اخیر باید قلمداد بشه و در این حال آقای خامنه‌ای به همراه خانواده، فرزندان و همسران و کل زاد و رود منتقل شده به اقامتگاه پشت صد لتیان که چند ساله برایشون ساختن، آبان ماه هم در بحران بردنش اونجا چند لایه حفاظت در اونجا هست، از چند کیلومتر جلوتر ممنوعه. تمام نگهبان ها رو تست کردن و تیم پزشکی بردن اونجا و ایشون حتی با مقامات کشور هم فقط از تلفن و یا ویدئو ارتباط داره کسی حق دیدنش رو نداره و در واقع او و خانوادش رو در پستو بردن چند لایه ایزولاسیون انجام دادن که مبادا کرونا بگیره در حالی که ملت بی پناه رها شده در سطح کشور پیام ویدئویی آقای خامنه ای هم که خیلی ها دقت کردند در جای همیشگی نبود از همین مرکز صادر شده که پناهگاه های زیرزمینی هم داره و از اونجا این پیام ضبط و پخش شده اما کرونا به هر صورت در سطح دنیا به 55 کشور دنیا تا کنون رفته که از این تعداد به قاره آفریقا توسط یک ایتالیایی اولی بار وارد شده به نیوزیلند توسط یک ایرانی رفته و تا کنون بازارهای بورس دنیا نزدیک به پنج تریلیون دلار ارزش سهام خودشون رو از دست دادن به امید پیروزی ایران و ایران